تغییراتی که انسان قبل از مرگ حس می کند. مراحل ششگانه مرگ از نظر قرآن. امروز علارغم تلاش های فراوان بشر در زمینه دستیابی به درمان بیماری ها و مبارزه بیوقفه با شیوع انواع بیماری های واگیر و پیشرفت علم و فناوری و همچنین توسعه تکنولوژی های برتر در دنیا و پیشرفت علم پزشکی همچنان نتوانستند جلوی پدیده مرگ را بگیرند و یا در آن دخل و تصرف کنند و حتی بسیاری از افراد از صحبت کردن درباره آن می هراسند. در حالی که پیامبر گرامی اسلام توصیه فرمودند که مرگ را زیاد یاد کنید. سلام، به یکی دیگر از ویدیوهای نکس مدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد نکس مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهین. همچنین برای حمایت از ما ویدیوی ما را لایک کنید. خداوند برخی از سنت‌های لایتغر و لایتحول دارد که همواره ثابت هستند. این سنت‌ها را که هرگز تحت هیچ شرایطی تغییر و تحولی نمی‌کنند، نوامیس کونیه می‌خوانند. یکی از این سنت‌های الهی مرگ انسان است که در قرآن کریم اشاره فراوانی شده است. متاسفانه همچنان بشر از صحبت کردن در مورد مرگ می‌ترسد و فکر می‌کند اگر از آن صحبت نکند مرگ فرا نمی رسد و یا دیرتر فرا می رسد، در حالی که پیامبر گرامی اسلام توصیه فرمودند که مرگ را زیاد یاد کنید. انتخاب نوع مرگ در اختیار ماست. در روزهای آغازین نهضت و شروع بعثت، پس از بیان حقیقت توحید و یگانگی پروردگار عالم، بیشترین موضوعی که به آن پرداختند موضوع مرگ و معاد بوده است و قسم یاد کردند که خواهی مرد، همانطور که به خواب می روید و برانگیخته خواهی شد، همانطور که بیدار می شوید. پس اگر از مرگ صحبت نکنیم، دلیل بر این نیست که مرگ سراغ ما نخواهد آمد. مرگ برخلاف تصور بسیاری از افراد دارای مراحلی است و طبق ادله قرآنی و تدبر در آیات، مرگ 6 مرحله دارد. اولین مرحله از این مراحل 6 گانه یا ملموت است، آن روزی که اجل انسان فرا می رسد و عمر او پایان یافته و خداوند به فرشتگان در آسمان دستور می دهد که برای قبض روح او به زمین بروند تا روح او را آماده دیدار با پروردگار سازند. تغییراتی که انسان قبل از مرگ در خود حس می کند. کسی از یوم الموت اطلاع ندارد و حتی در زمان فرارسیدن آن روز هم انسان متوجه فرارسیدن مرگ خیش نمی شود. البته برخی از تغییرات را در جسم خود حس می کند. به طور مثال، انسان مؤمن انشراح صدر پیدا می کند و خوشحالی زاید الوصفی در او اتفاق می افتد و برعکس انسان بدکار زیق الصدر پیدا کرده و در ناحیه سینه و قلب خود فشار زیادی را حس می کند. در این مرحله شیاطین و اجنه نزول فرشتگان را می بینند، اما انسان از دیدن آنها عاجز است. مرحله دوم مرگ، اخذ روح به شکل تدریجی است. این مرحله از کف پا شروع می شود. مرحله نزعه روح تا از ساقها و زانوها و پاها بالا رفته، از شکم و ناف و سینه بالا رفته و در جایی که تراقی نام دارد بالا خواهد رفت. در اینجا انسان احساس خستگی شدید می کند و سرگیجه دارد. به نوعی احساس می کند فشارش افتاده و توان ایستادن ندارد. قوای جسمی او تحلیل می رود و همچنان خبر ندارد که روح او در حال خارج شدن است
تا این مرحله سوم فرا می رسد. دست و پا زدن هنگام مرگ، زمانی که انسان رفتن از دنیا را باور ندارد. مرحله سوم مرگ انسان تراقی نامیده می شود. در قرآن کریم نیز به آن اشاره شده است. تراقی با دو استخوان زیر گلو که به سمت کتف کشیده شده است گفته می شود. در این زمان می گویند و قیل من راق، چه کسی قرار است روح او را حمل کند و بالا بیاورد، یا به عبارت دیگر چه کسی می خواهد روح او را بستاند، آیا ملائکه رحمت یا ملائکه عذاب؟ در این لحظه اطرافیان می گویند با اورژانس تماس بگیرید، دکتر را خبر کنید یا برایش قرآن بخوانید. البته خود شخص هنوز امیدوار است که به زندگی برگردد، چرا که باور ندارد روح او در حال خارج شدن است. هنوز یقین ندارد و دست و پا می زند که بماند، اما خداوند می فرماید تمام شد. روح از ساقها بالا رفته و دیگر توان حرکت دادن پای خود را ندارد. روح خارج شده و به تراقی رسیده است. مشاهده حضور ملائک برای اولین بار. چرا فرد هنگام مرگ به یک جا خیره می شود؟ مرحله چهارم مرحله حلقوم نام دارد. این مرحله از مراحل پایانی مرگ بوده و مرحله بسیار سختی است. علت آن همین است که برای انسان پرده ها و حجاب کنار زده می شود و با چشم خود حضور ملائکه را می بیند. مرحله دیدن آخرت در اینجا آغاز می شود. لذا مرحله حلقوم نامگذاری شده است، چرا که خداوند می فرماید به اطرافیان او خطاب می شود، شما در جایی هستید و او در جای دیگر، شما چیزی می بینید و او چیز دیگری را مشاهده می کند، او رحمت الهی را می بیند و یا خدایی نکرده در حال دیدن قهر و عذاب الهی است. لذا می بینید که شخص به جای خاص و نقطه خاصی خیره می شود. لحظه ای که تمام اعمال مجسم می شود. در این مرحله فرد ملائکه را می بیند و تمام اعمال عمر خود را جلوی چشمانش حاضر می بیند. از مراحل بسیار سخت در جان دادن است، چرا که وعده های الهی را حق می‌یابد و خدا را با تمام وجود درک می‌کند. در این لحظه است که فقنت الممات رخ می‌دهد، فتنه ای که در آن شیطان وارد می‌شود و ایجاد شک می‌کند و نسبت به خدا و پیامبر و دین و قرآن متزلزل می‌سازد، به طوری که با تمام وجودش تلاش می‌کند او را کافر از دنیا خارج کند. در اینجا شیطان یقین دارد که لحظات آخر این انسان است و ملک الموت را در حال نزدیک شدن به او می‌بیند. بنابراین آخرین تلاش‌های خود را می‌کند که ضربه نهایی را قوی‌تر از همیشه وارد کند. به همین سبب گفتند تا زنده اید از فتنت الممات به خدا پناه ببرید. فریب شیطان در آخرین لحظات حیات انسان. وقتی شیطان می خواهد مؤمن از اعتقاداتش دست بکشد، وسوسه شیطان تا آخرین لحظه حیات بشر ادامه دارد. وقتی زمان نهایی مرگ رسید، شیطان به انسان در حال مرگ یکی از بستگان او را که قبلا مرده است نشان می دهد، در حالی که او با صدای بلند فریاد می زند که من قبل تو مردم و اسلام حق نیست، پیامبر اکرم حق نیست. با این روش سعی دارد که انسان از اعتقادات خود دست کشیده و کفر بگوید. اینجاست که مرحله پنجم مرگ از راه می رسد. در این مرحله انسان نتیجه اعمال خود را مشاهده می کند و سرنوشتش مطلع می شود. در این مرحله عزرائیل علیه السلام وارد می شود و انسان کاملا می فهمد که اهل رحمت است یا اهل عذاب. در روایتی از پیامبر اکرم داریم که گروهی از فرشتگان دوزخ در حالی که کفنی از آتش را مهیا کردند به شکل دردناکی روح او را خارج می سازند، در حالی که ملائکه محکم به صورت و پشت آنها ضربه می زنند و آنها را می میرانند.
تلاش انسان برای بازگشت به دنیا، وقتی خدا خلاف وعده او را یادآور می شود. بعد از این مرحله نوبت به مرحله پایانی و ششم می رسد که در آن ملک الموت وارد شده و روح او کاملا مهیا است و تا بالاترین جای ممکن رسیده است و از تراقی هم گذشته است و در دهان و بینی انسان قرار گرفته است و آماده خروج و تحویل به اسرائیل است. در اینجا اگر شخص انسان بدی باشد، خطاب به او می گوید یا ایها الروح الخبیثه اخرجنی علی النار و نیران و رب منتقم غضبان. در اینجا چهره باطنی انسان سیاه می شود و فریاد می زند رب ارجعون، خدایا مرا به دنیا بازگردان، برای اینکه اعمال شایسته و نیک انجام دهم. ولی با صدای حضرت حق مواجه می شود که به او می گوید نه هرگز، تو بارها و بارها وعده کردی و قول دادی و پیمان شکستی و دیگر بر نخواهی گشت. در اینجا می فرماید همه چی قفل می شود، همه اعضا و جوارح بدن بسته شده و هیچ حرکتی وجود ندارد. این همان لحظه است که کل عمر از آن فرار می کردی. از امام صادق علیه السلام پرسیدند که چرا ما از مرگ می ترسیم؟ ایشان پاسخ دادند چون شما دنیا را آباد کردید و آخرت را ویران ساختید. رسیدیم به پایان یکی دیگر از ویدیوهای نکست مدیا. برای ویدیوهای این چنینی نکست مدیا را سابسکرایب کرده و آیکن زنگ را کلیک کنید و برای حمایت از ما تنها ویدیوی ما را لایک کنید. خدا نگهدار.